موافق نیستیم قرنطینه مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و اینجور چیز از خود چینی هم از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. بسیاری از کشورها ما میدونیم به هیچ عنوان شفافیتشون اندازه ما نبوده. ما واقعا شفاف عمل کردیم توی زمینه. افزایش شمار قربانیان کرونا در ایران. در 60 دقیقه میپرسیم عملکرد مسئولان بهداشتی و دولتی چقدر مؤثر و اطلاع رسانی ها چقدر شفاف است؟ با یک سخنگوی سازمان بهداشت جهانی و مدیر انستیتوی آموزش و سلامت گفتگو میکنیم. همچنین در برنامه امشب یک مسافر از قم هرات را در وضعیت اضطراری فرو برد. همسایگان ایران مرزها را بستند. پایان فستیوال ونیز دو روز زودتر از موعد. اتحادیه اروپا به بازنگه داشتن مرزهای شنگن رای داد. و اثرات منفی کرونا بر اقتصاد جهان، از کاهش تولیدات اپل تا سقوط ارزش سهام شرکت‌های هواپیمایی. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. موارد ابتلا به ویروس کرونا نه تنها در ایران افزایش یافته، بلکه از مبدأ ایران به افغانستان، عراق، بحرین، کویت، عمان و لبنان هم سرایت کرده. اگر آمارهای رسمی مبنا باشد، ایران از نظر مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا بعد از چین در جهان در جایگاه دوم است و از نظر تعداد مبتلایان در جایگاه هفتم. آیا حکومت در ایران بر اوضاع کنترل دارد؟ 7 کشور منطقه درهای خود را به روی ایران بستند، از جمله 5 کشور هم مرز با ایران. در سطح جهانی حدود 2600 نفر در جهان بر اثر بیماری ناشی از این ویروس جان دادند و نزدیک به 80,000 نفر در بیشتر از 40 کشور به آن مبتلا هستند. بیشتر از 25,000 نفر هم از این بیماری بهبود پیدا کردند. اقدام‌های حکومت ایران برای مهار این ویروس چقدر با معیارهای جهانی مطابقت دارد؟ بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از باران عباسی. قم حرم حضرت معصومه همچنان شلوغ در شهری که مرکز آلودگی به ویروس کرونا در ایران بوده. شمار جان باختگان و مبتلایان بیشتر شده. لازم مردم نگران نباشن، این باید مدیریت بشه. بینشان رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم. افرادی که پرخطرن، کسی که پیشتر گفته بود جای نگرانی نیست، اما حالا خود به قرنطینه رفته. دارن بیماری ریوی پیشرفته دارن. ما درجه حرارت بدن شما را بگیریم ولی الان نمیتونیم، دستام خراب منتظر. نماینده قم در مجلس میگوید خبر شیوع کرونا در این شهر دیر اعلام شد و مسئولان هنوز هم آمار واقعی جان باختگان را اعلام نمیکنند. به گفته احمد امیرآبادی فراهانی فقط در شهر قم حدود 50 نفر بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند. نمیخوایم دروغ بگیم، نه امکان دروغ گفتن. معاون وزیر بهداشت اما میگوید آمار از این کمتر است. من همینجا میگم که اگر تعداد فوت شده در قم به دلیل این بیماری نصف و یک چهارم این تعدادم باشه، من استعفا میدم. امروز 5 اسفند 99. با بالا رفتن شمار قربانیان نگرانی بین شهروندان، بعضی ترجیح دادن در خانه بمانند. مدارس اصفهان تعطیل نشده امروز، ولی هیچ کدوم از بچه‌ها خانواده‌هاشون نذاشتن که بیان مدرسه. من نمیدونم مسئولای اصفهانی کی میخوان جون بچه‌های اصفهانی رو جدی بگیرن. رفتم توی دارخونه شبانه روزیش، میگم ماسک میخوایم، میگه ندارم. میگم الکل بده، میگه ندارم. و بسیاری از نبود امکانات پیشگیرانه شکایت دارن. آقای خامنه ای، آقایون بزرگان اون بالا، ببینید مملکت رو به چه گندی کشیدین. بعضی از پرستاران و پزشکان هم میگویند لباس‌های مخصوص و وسایل تست کرونا را ندارند. مسئولان اما میگویند این امکانات مورد نیاز همه نیست. اصلا عملیاتی نیست که توی بیمارستان مثلا در همه بخشا خود پرسنل قبول نمی‌کنه. اون پوشیدن اون لباس کار ساده‌ای نیست. مردم عادی هیچ احتیاجی به ماسک ندارن. فقط مراقبین اونم با سطح بندی، یعنی کسانی که پرستار و پزشک و مراقبت میکنن از این بیمارا، یا کسانی که مثلا در خونه شون، چون 80% این کیس ها باید تو خونه مراقبت بشن، بستری نباید بشن. اگه کسی تو خونه داره از بیمار کرونایی یا آنفولانزایی مراقبت میکنه، باید ماسک خاص بپوشه. کرونا تا امروز در چند استان دیده شده.
بیشتر مبتلایان در قم. با این حال معاون وزیر بهداشت میگوید لازم نیست هیچ شهری قرنطینه شود. موافق نیستیم قرنطینه، مال قبل جنگ جهانی اول، مال طاعون و وبا و این جور چیز، از خود چینی ها از این قرنطینه ای که انجام شده خیلی راضی نیستن. این در حالی است که چین با قرنطینه شهر ووهان در استان هوبی از انتشار گسترده این بیماری به دیگر نقاط کشور جلوگیری کرد. در ایران در شهرهای آلوده ضد عفونی وسایل نقلیه. تلاش دولت برای اطمینان دادن به شهروندان و همزمان تاکید بر شفافیت. مطمئن باشید هر تعداد افرادی که به رحمت خدا میرن و جانشون رو از دست میدن از هر نقطه‌ای باشه این بیان میشه. بسیاری از کشورها ما میدونیم به هیچ عنوان شفافیتشون اندازه ما نبوده. ما واقعا شفاف عمل کردیم توی زمینه. سخنانی که چندان از نگرانی ها کم نکرده. در کشوری که بعد از چین بیشترین مرگ حاصل از کرونا را ثبت کرده. نگرانی از ابتلا به بیماری در کنار بی‌اعتمادی به کارآمدی حاکمیت در مقابله با آن. از چشم چهره های پنهان پشت ماسکا خطر کرونا در همین نزدیکی است. باران عباسی، بی بی سی. یک آنکولوژیست سرطانشناس از تهران با ما هستند که مایل نیستند نام اونها منتشر بشه. من میخواستم اول از تجربه خودتون بپرسم. بسیاری از خبرنگاران در داخل ایران میگن که امکان این براشون نیست که برن به مراکز درمانی سر بزنند. از تجربه خودتون بگید در این چند روز. با سلام، اون مشکلی که هست توی کشور به حضرت مراکز درمانی آمادگی کامل شد از قبل نداشتیم. الان در حال فراهم کردن این آمادگی هستن و نکته که هست اینه که واقعیتش ما با یک موضوع رو هستیم. خودمون نمیشه انکار کرد با این گستردگی که توی شهرهای مختلف ایرانی موارد دیده شده و آمار مرگومیزی که هست، باید قبول کنیم که ما در حال حاضر این مشکل داری اقداماتی داره صورت میگه، اقدامات خوبی هم داره صورت میگیره، ولی شاید یه خورده دیرتر این اقدامات اگر صورت میگرفت نتیجه بهتری داشت. و یه نکته دیگه که حالا باز هم برای کارت درمانی که به صورت مستقیم با این نفر کار دارن، تمهیدات خیلی خوبی دیده نشده. پزشکایی که توی خط مقدم هستن، اصلا کل کادر درمانی، پزشک و پرستار و پزشکان بیمارستان، همشون تو خط مقدم هستن برای مواجهه با بیماری. عده زیادشون شبانه روز توی مراکز دارن کار میکنن، تلاش دارن میکنن و در معرض خطر هستن. و این که ما تو خود همین پزشکا هم دیدیم که اینا هم مبتلا شدن و این شاید لازمه که اینا بیشتر دیده بشن و حداقل برای اینایی که توی خط مقدم این مشکل هستن امکانات بیشتری در نظر گرفته بشه. آقای دکتر، ما مجبوریم که به آمارهای رسمی استناد بکنیم، ولی بسیاری میگن که این آمارها آمارهای درست و دقیقی نیست، بسیار کمتر از آمارهای واقعی است. مشاهدات شما چه هست از کسانی که از آمار کسانی که جان دادن و همینطور آماری که در مورد مبتلایان اعلام میشه؟ ما در نهایت هم باید به آمار رسمی باید اعتماد باید بکنیم چیزی که هست و اینکه چون شاید مثلا آمادگی نبوده، حالا به هر دلیلی که دیده، مواردی که مشکوک هستن هم زیاد هم کم نیست در این مواردی که مشکوک هستن و در نهایت اینکه توی جاهای مختلف ما این موارد مشکوک از یه طرف مردم خود به دلیل مختلف مراجعه میکنن به بیمارستان ها، یه سری موارد ممکنه واقعا نباشه و در نهایت این چیزی که مشخص میکنه که واقعا مکروب هست یا نه اون نتیجه آزمایشیه که مثبت در میاد. حالا یه سری کارهای دیگه هم دارن میکنن، یه سری از همکارا تو دانشگاه شهید بهشتی اومدن و سی تی بیماران رو اومدن بررسی کردن، حالا ممکنه از نظر کیتا حالا چیز نباشه، اومدن و یه گروه تشکیل دادن برای اینکه سی تی کسایی که مشکوک هستن اونا رو ببینن و بر اساس اون بیان بگن که آیا شانس ابتلا هست یا نیست. ولی بر اساس همین آمار رسمی هم که اعلام شده، چون جاهای مختلف تو کشور گرفتن، این خودش نشون دهنده اهمیت قضیه است.
آی دکتر، از این ویروس تحت عنوان کووید 19 یاد میشه، از نوع ویروس های کرونا که گویا جهش پیدا کرده. با یک ساختمان جدید الان ما مواجه هستیم. مراکز درمانی عادی در ایران امکان این رو دارن که تشخیص بدن، آزمایش بکنن و معلوم بشه که افرادی که بهشون مراجعه کرده بیمار هستن یا نه؟ خب این امکان با توجه به تعدادی که هست، شاید خیلی وقتا توی کل داستان پزشکی معمولا اینجوریه که یه سری آزمایش ها رو مراکز ریفرال انجام بدن، مثلا الان میگم همه جای دنیا همین باشه که یه آزمایشگاه ریفرال باشه برای اینکه نمونه ها فرستاده بشه برای اونجا و اونجا جواب بده. این یکم مشکل ایجاد میکنه برای اینکه زمان میبره تا اینکه نتیجه مثبت مشخص بشه و تا اون موقع هم حالا اینکه بیمار تا اون موقع که نتیجه مثبت مشخص بشه چجوری باش برخورد بشه، این هم حالا یه سری مشکلات میتونه ایجاد کنه. ولی داستان اینه که در حال حاضر این امکان تشخیصی توی همه جا فراهم نیست و تنها یه مرکزی که این امکان تشخیص رو داره و شاید منطقی هم باشه همچین چیزی با توجه به امکانات ما تو کشور داریم. میفرمایید یک مرکز، منظورتون فقط یک مرکز در تهرانه؟ بله فکر میکنم. و در شهرستان تهران که این اعلام یک آزمایشگاه ریفرالی که تمام نمونه‌ها برای بسیار خوب. خب حالا شهرستان‌های دیگه هم مواردی از اونجاها گزارش شده، خب قم که وضعش در مقایسه با جاهای دیگه بسیار بده، اونها هم باید نمونه‌ها رو بفرستن به همین مرکزی که شما اشاره کردید در تهران و منتظر باشند نتیجه اعلام بشه؟ بله، ظرف 48 ساعت نتیجه اعلام میشه. متشکرم، بسیار ممنونم از شما ای دکتر که محبت کردید و وقتتون رو به ما دادید. و اما دکتر مارگریت هریس، سخنگوی سازمان بهداشت جهانی هم از زوریخ سوئیس با ما هستند. خانم هریس، چرا سازمان بهداشت جهانی ویروس کرونا رو هنوز به عنوان یک تهدید جهانی اعلام نمی کنه؟ البته باید گفتش که سازمان بهداشت جهانی در واقع اعلام کرده این ویروس رو به عنوان یک تهدید جهانی. ما گفتیم که این یک وضعیت اضطراری برای سلامت جهانی است و این کار رو در پایان ژانویه اعلام کردیم. و دلیل اینکه این کار رو کردیم این بود که ویروس از چین فراتر رفت و در واقع تهدید جدی هست برای سلامت بشر. ما بسیار دنبال کردیم ببینیم که آیا سازمان بهداشت جهانی این رو به عنوان بالاترین سطح هشدار که همه‌گیری هست اعلام میکنند یا نه، ولی خب سخنگویان اونها این کار نکرده بودن. جالبه که این رو میفرمایید. در مورد قرنطینه حرف و حدیث های زیادی در سطح جهان مطرحه، نمونش ووهان چین. از نظر شما این چقدر جواب داده؟ ما یک تیم مخصوص رو به چین فرستادیم که با همتایان چینی خودشون همکاری کنن و دقیقا همین کار کنن، از جمله در کنار وظایف دیگری. تدابیری که چینی ها اتخاذ کرده بودن ببینن که آیا موثرن یا نه، و نتیجه تحقیق این تیم این بود که بله، چینی ها موفق شده بودن که تعداد موارد ابتلا رو کم کنن. تعداد موارد در اوایل فوریه به اوج خودش رسید و الان تعداد موارد داره این منحنیش به سمت پایین میره، کاهش پیدا میکنه. از وقتی که این قرنطینه رو وارد کردن دیدیم که تعداد موارد ابتلا روز به روز کمتر شد، بنابراین میتونیم بگیم که بله، اقدامات اونا در چین موثر بوده. میفرمایید که بیماری دست کم در چین کنترل شده اگر این منحنی به سمت پایین در حال میل کردن هست؟ قطعا شرایط دارن به طور قابل ملاحظه‌ای در چین بهبود پیدا میکنن. فراموش نکنیم که چین یک جمعیت بسیار بسیار بزرگی داره و اگرچه اکثریت موارد در ووهان هستن، استانهای دیگر هم تحت تاثیر قرار گرفتن. اما واقعیت اینه که شرایط در چین رو به بهبود به نظر میرسه و به نظر میاد که اقداماتی که اونها، سیاستهایی که اتخاذ کردن داره جواب میده. در ایران مقام های بهداشتی گفتند که قرنطینه کاربرد نداره، گفتند که در چین هم نتیجه چندانی نداشته. شماری از همکاران شما گویا فردا به ایران سفر خواهند کرد. آیا اونها قرنطینه رو تجویز می کنند به
ایران مشخصا قرنطینه شهر قم رو؟ اونها قطعا نتایج یافته ها و مشاهدات خودشون که در چین داشتن به همتایان ایرانی خودشون منتقل خواهند کرد. اما توجه کنید که اینها اطلاعات جدید هست و این یافته های جدید همین صبح امروز اعلام شده. بنابراین اگر بخوایم منصف باشیم در قبال مقام های ایرانی، شاید اونها فرصت نداشتند که به این یافته های جدیدی که امروز منتشر شده نگاه کنند. اما طبیعتا ما نگاه خواهیم کرد که ببینیم ایران به چه نیاز داره، در چه زمینی نیاز به کمک داره، چه کار میشه الان کرد در این مقطع که به همه کمک کنیم. وقتی ما به پراکندگی ویروس کرونا نگاه میکنیم، به آمار مبتلایان و به مرگ و میر، مثلا در ایتالیا تعداد مرگ و میر خیلی کمه و به همون نسبت صدها نفر هم مبتلا هستن، ولی در ایران تعداد مرگ و میر بالاست، بعد از چین بیشتر از 10 نفره، ولی مبتلایان حدود 60-70 نفرند. از نظر شما اینها با همدیگه مطابقت میکنه؟ چیزی که ما شاهدش بودیم اینه که کسانی که معمولا خطر مرگ بیشتر تهدیدشون میکنه افراد سالمند هستند، کسانی که بیماری های دیگری دارن، کسانی که مثلا بیماری ریوی دارن، سیگاری بودن، دیابت یا بیماری قند دارن، و اینها کسانی هستن که معمولا به بیمارستان ها میرن چون بیماری های دیگری داشتن. هنوز خیلی روشن نیست که چرا نسبت مرگ و میر و افراد مبتلا در ایران اینقدر فرق میکنه با بقیه جهان، و یکی از دلایلی که ما تیم اونو میفرستیم اینه که روی این قضیه هم تحقیق کنن و ببینن که قضیه از چه قراره. بسیار ممنونم از مارگریت هریس از سازمان بهداشت جهانی. آرش علایی مدیر انستیتوی بین المللی آموزش و سلامت هم از دوشنبه با ما هستند. آقای علایی، اول میخواستم از شما بپرسم که بستن مرزها چقدر چاره کار هست؟ اینی که مثلا تاجیکستان مرزهای خودش رو، مرزهای هواییش رو با ایران بسته. ببینید، چون بیماری گسترش جهانی داره و فرد میتونه در معرض تماسی که با فرد مبتلا داشته باشه بیمار بشه، بستن مرزها کمک میکنه که از منبع آلودگی، حالا مرز که میگیم شاید یک شهر مثلا چین، اون شهر ووهان مرزبندی کرد که شهرهای دیگه چین نگیرن. حالا وقتی یک کشور، شهرهای زیادی ما داریم که ابتلا درش هست، کل کشور رو میبندن که کشورهای دیگه نشه، بیمار نشن. ببینید، در جنگ جهانی اول آنفولانزا، مرگ و میر آنفولانزا و گسترش جهانیش به خاطر همین ترددهای مرزی بود که بعد از جنگ جهانی اول پیش آمد. پس این نکته تجربه بشری است و سالهای سال بشر از این تجربه کرده، و من تعجب میکنم که مسئولین بهداشتی درمانی میگن این موضوع کهنه است. آیا علم جدیدی در ایران کشف شده که دنیا نمیدانه، یا اینکه مسئولین فکر میکنن کسانی که مخاطبشان هستند خدای نکرده نمیفهمند؟ این جای تعجب داره. این تجربه است که باید کشورهایی که گسترش بیماری درش زیاده در مکانهای مختلف باید بسته بشه که جلوگیری کنه از گسترش بیماری در جهان. من خیلی دوست داشتم یکی دو تا نکته‌ای که شما سوال کردید از متخصص مربوطه سازمان جهانی بهداشت رو من یک توضیح اضافه بدم. یکی این که نسبت به مرگ و میر و تعداد مبتلایان، ببینید شاخصی که در چین به وجود آمده اینه که از هر 100 نفر مبتلایی که تشخیص قطعی آزمایشگاهی شده، 1 تا 2 نفر میمیرن. حالا در ایران ما داریم 12 نفر فوت. 12 نفر فوت نشان دهنده 1200 تا 2400 مورد ابتلا. این قطعیه با توجه به تجربه‌ای که در چین بوده. یعنی شما میفرمایید که آمار مبتلایان خیلی بیشتره و شاید پنهانکاری صورت میگیره؟ من نمیگم پنهانکاری، من میگم که وزارت بهداشت عقب‌تر از بیماریه. یعنی چی؟ یعنی نتونستن تشخیص بدن، پس افراد تشخیص نشدن، دیر مراجعه شده و فوت شدن. بسه. حالا عدد فوت کمک میکنه که ما غافل نشیم از این 60 نفر و 70 نفر و 100 نفری که میگن. باید وزارت بهداشت یک برنامه ملی
اجرا کنه که سریعتر افراد مبتلا رو بشناسه، چون افراد مبتلا در معرض دو موضوع خاصن، یکی 1-2% مرگ، دو گسترش بیماری در تمام کشور. بسیار خوب. برای اینکه گسترش بیماری رو کنترل بکنند، آیا بستن مدرسه ها، دانشگاه ها، تعطیل کردن مثلا اماکن عمومی، این تا چه اندازه جوابگوه؟ ببینید، چون هر تماس نزدیکی باعث انتقال بیماری میشه و با توجه به اینکه در چند روز اول بیماری هیچ گونه علامتی نداره، باید از هر گونه تجمعی جلوگیری کرد. حالا این تجمع در استادیوم فوتبال بوده، بسیار کار خوبی بوده، استادیوم ها رو تعطیل کردن. این تجمع در دانشگاه بوده، بسیار کار خوبی بوده. منتها به نظر میرسه اولین موضوعی که مشکل داره در ایران ایجاد میشه اینه که نه وزارت بهداشت نه دولت از متخصصین داخلی با تجربه استفاده نمی کنن. دوچار یک تنش شدن. به نظر میرسه از یک طرف متخصصین دارن صدا میکنن که جاهایی که مبتلایان زیاده باید قرنطینه کنین، ببندین و در اون جاها باید مدرسه هاش تعطیل بشه، ولی به خاطر مسائل سیاسی به نظر میرسه که وزارت بهداشت به جای اینکه به بدنه کارشناسی نگاه کنه، رفته به بدنه سیاسی نگاه میکنه، واهمه داره که مدرسه رو ببنده ولی کنسرت ها رو بسته، واهمه داره که شهر قرنطینه کنه ولی استادیوم فوتبال مثلا سپاهان با پرسپولیس خواسته بازی بکنه، استادیوم اونجا بستن، ولی واهمه دارن مثلا ذریع حضرت معصومه رو در قم ببندن. این نشان دهنده اینه که کارشناسان بین‌المللی نیاز هست به ایران برن، ولی ایران خودش کارشناسای متخصص چه در بخش خصوصی چه در بخش دانشگاهی داره. بحث تست و انجام و آزمایش، من تعجب کردم وقتی همکار عزیزم گفتن فقط یک مرکز در تهران داره تست‌های تشخیصی رو میده. در ایران سالها بعد دستگاه‌های پی سی آر بوده، ویروس شناسای متخصصی ما داریم، انجام این تست کار سختی نیست. کیت‌های تشخیصی هم سازمان جهانی به ایران فرستاده، به راحتی تمام دانشگاه علوم پزشکی ایران میتونن این تست انجام بدن. چرا متمرکز کردن؟ به خاطر ترس از آماره، برای اینکه میترسن وقتی که دست‌ها زیاد بشه هر دانشگاهی برای خودش آمار اعلام میکنه و اینجا دولت دچار تلاطم میشه و این واقعا یک اهمال ملی توسط دولت برای اذیت کردن و در معرض خطر قرار دادن مردم. آقای دکتر، آقای ولایتی، علی اکبر ولایتی از مشاوران آیت الله خامنه‌ای که پزشک هم هستند، در زمینه این بیماری گفتند که خب خیلی هم بیماری جدی نیست اگر بخوایم اون رو با بسیاری از موارد آنفلوانزا مقایسه بکنیم. نظر شما چیه؟ چقدر این موضوع در مقایسه با بیماری‌های از این دست خطرآفرینه؟ ببینید، بیمارستان مسیح دانشوری پژوهشگاه تحقیقی بیماری ریه است، سالها مرکز مشورت دهی سازمان جهانی بهداشت بوده، سالها مرکز منطقه‌ای یونیون که یکی از قدیمی ترین و پرسابقه ترین مراکز سل و بیماری های ریوی بوده، متخصصین مجربی داره. من تعجب میکنم از آقای دکتر ولایتی که بحث درمانی رو وارد بحث سیاسی دارن میکنن. بحث آنفولانزا یک چیز دیگه است. بیماری کرونای کووید 2019 1-2% مرگ داره. ما نباید اینه قیاس کنیم با یک بیماری که شاید 4% مرگ داره. خود این بیماری 1-2% مرگ داره. گسترشش بسیار سریع‌تر از آنفولانزا است. برای بسیاری از سوشای آنفولانزا واکسن بوده. برای بیماری آنفولانزا ایران آمادگی قبلی داشته، حتی خود موضوع آنفولانزا هم باز ایران دچار مشکل بود ولی آمادگی قبلی داشتن. این بیماری یک بیماری نوپدید جهانیه، نه بیماری که 100 سال شناخته شده، بیماری نوپدیده که تمام دنیا دچار تلاطم کرده. بعد آقای دکتر ولایتی میاد میشینه اونجا به راحتی میگه که نه نگران نباشین، این بیماری رو ما آنفولانزا رو شکست دادیم، اینم شکست میدیم. خب این عوام فریبیه دیگه. ممنونم از آرش علایی، مدیر انستیتوی بین المللی آموزش و سلامت از دوشنبه تاجیکستان با ما. چندین پزشک و عضو کادر درمانی از شهرهای مختلف ایران از جمله کرج، کرمان و سبزوار به ما درباره وضعیت مبتلایان به ویروس کرونا گفتند. بعضی از آنها میگویند آمارهای رسمی از مبتلایان بسیار کمتر از واقعیت است. بعضی هم میگویند وسایل و دستورالعمل‌های لازم برای کادر درمان وجود ندارد. این ویدیو رو از گروه شبکه‌های اجتماعی بی بی سی فارسی می‌بینیم.
که تناقضی که در حرفای اینا وجود داره این هستش که اینا آمار فوتی ها رو حدود 10-12 نفر 12 نفر فکر میکنم دقیقا اعلام کردن، منتها تعداد بیماران با توجه به مورتالیتی بیماری که یا کشندگی بیماری که تقریبا 3% هست نمیخونه. یعنی اگر 12 نفر فوت کرده باشن و اینها ما بگیم تمام فوتی هایی که بر اثر کرونا بودن رو دقیق تشخیص دادن، خب باید تعداد مبتلایان حدود 400 تا 500 نفر باشه و این تعدادی که اینها دارن اعلام میکنن به نظر من یک تناقضه و یا حداقل در بیماریابی و تشخیص بیماری دچار مشکل هستیم. آمار به نظر من بیشتر از این حرف هاست. من تو جایی که میدونم در کرج بیمارستان امام علی کرج که بیمارستان تازه ساز و اخیراً تجهیز شده ای هست، اختصاص داده شده به ارجای کیس های کرونا و مشکوک به کرونا و انجام تست های اون و بله تستی که انجام میشه در کرج چند تا جایی که من میدونم انجام میشه و وقتی که ما مورد مشکوکی داریم موارد مشکوک رو با علائمش و ویژگی هاشون به ستاد هدایت استان البرز یعنی مدیریت بحران هر استان یه قسمتی داره اسمش ستاد هدایت، ما با اونجا تماس میگیریم، کیس رو با اطلاعات تماسش به اونها معرفی میکنیم، شماره چیزی و اینا ثبت میکنن و اون رو به اون مرکز که ارجاع میدیم پیگیری میکنن و نمیذارن کیس رها بشه توی جامعه. من خودم یکی از کادر علوم پزشکی کرمانم و اینجا اینجوری که دیده شده نزدیک 30-40 نفر به کرونا مبتلا شدن. همینجور از یه منبع موثق هم توی اصفهان شنیدم که توی بیمارستان اونا هم نزدیک 45-50 نفر مبتلا شدن و نزدیک 5-6 نفر هم حتی فوتی داشتن ولی اصلا از اصفهان اسمی برده نشد. در بعد ورود من یعنی یکم باید بگم که از طرف وزارتخونه هیچ دستورالعملی صادر نشده بود، برای ما فرستاده نشده بود که چه جوری مریضا رو اسکرین کنیم و چه مریضایی رو بستری کنیم، مریضای مشکوک رو کجا نگهداری کنیم و هیچ بخش یا قسمتی از بیمارستان هم اختصاص نداشت به این موضوع که من میتونم مریضای مشکوک اونجا نگهداری کنم. در واقع هیچ تدابیری اندیشیده نشده بود. تنها چیزی که بود بیمارستان در حالت آماده باش بود برای درگیری احتمالی انتخابات و درباره امکاناتی که به ما میدادن هم باید بگم که در واقع نزدیک به صفر بود. در روز اولی که رفتم ماسک طبی ساده به تعداد محدود و دستکش باز به تعداد محدود که در اختیار منی که پزشک اورژانسمان قرار گرفته بود و البته همین که در اختیار من قرار گرفته بود در اختیار پرستارا هم به مقدار خیلی کمتر قرار گرفته بود که هر روز که میگذشت هم این مقدار کمتر و کمتر میشد. شماری از پزشکان و اعضای کادر درمانی از شهرهای مختلف ایران بودند که مشاهدات خودشون رو بیان کردند. این روزها بازار شایعه در مورد کرونا داغه. از منشأ این ویروس تا شیوه‌های مقابله با آن، مثلا خوردن آب، به کدام یک از گفته‌ها میشه اطمینان کرد و راه تشخیص خبرهای درست از نادرست چیست؟ علیرضا رنجی‌پور روزنامه‌نگار از تورنتو کانادا با مثلا آقای رنجی‌پور. فضای اطلاع رسانی مبهم بوده، از جهاتی هم متناقض. چه مواردی مطرح شده که با واقعیت‌ها مطابقت نمی‌کرده؟ ببینید به هر حال اطلاعاتی که درباره کرونا هستش، در واقع فکت هایی که ما داریم بسیار فکت های محدودی هستش، به خاطر همین فضا مساعده برای اینکه بازار اخبار جعلی و اطلاعات نادرست و بی اساس بسیار داغ باشه. این مختص ایران هم نیست، در همه دنیا هستش. یک مجموعه متنوعی از اخبار جعلی منتشر میشه، مثل همین مورد آب خوردن که حالا در ایران منتشر شده بود. میگفتن که وزارت بهداشت کانادا یا چنین چیزی رو گفته که آب بخورید و گلو رو تر نگه دارید، یا مثلا در مورد اینکه کودکان مبتلا نمیشن. به هر حال این اخبار و این اطلاعات مطرح میشه و
در واقع در شبکه‌های اجتماعی به گردش در میاد. اما چیزی که واقعیت داره اینه که میگم اطلاعات خیلی محدوده. این چیز توصیه‌ای که رسمی سازمان بهداشت جهانی اینها مطرح کردند، اداره‌های مختلف بهداشت در سراسر دنیا میگن به هر حال محدود به اینکه شستشوی دست، لمس نکردن، اینکه مراقب بودن، مراقب باشن مردم در جاهای پرخطر، در همین حده. یک گروه مفصلی از بالاخره فکت چکرها و روزنامه‌نگارا در سراسر دنیا مشغول این کار هستن و مجموعه متنوعی از اخبار جعلی را از همون ابتدا، از ماجرای خوردن سوپ خفاش گرفته بیا تا بحث خوردن سیر و اینها رو دارن بررسی میکنن. توی ایران هم بالاخره من دیدم سایت فکت‌نامه این کار رو داشت انجام میداد. به هر حال این حجم انبوهی از اطلاعات داره میاد که بخش عمده‌ایش اطلاعات نادرست و بی اساس هستش در فضای عمومی، اما خب باز هم محدود به این موضوع نیستش. بفرمایید. در میان منابع رسمی هم همینطوره، گاهی تناقض‌گویی و در مواردی هم سردرگمی دیده میشه. نمونش خب یکی از نمایندگان مجلس گفت که 50 نفر در قم جان دادن، بعد منابع دیگه اون رو تکذیب کردن. چرا از منابع رسمی هم اطلاعات خیلی روشنی به گوش نمیرسه؟ اتفاقا این موردی که شما میگین این کاملا مختص ایران هستش، در جاهای دیگه چنین چیزی وجود نداره. بی‌اعتمادی نسبت به منابع رسمی در ایران بسیار بسیار زیاد هستش. بالاخره این بی‌اعتمادی هم بی‌دلیل نیستش. ما می‌بینیم که اولین روزی که اطلاع رسانی شده، اطلاع رسانی رسمی درباره کرونا در ایران شده، همزمان با فوت دو نفر بوده. به هر حال این تردید به وجود میاد. یا الان که همین بقیه کارشناسان میگفتن بحث تطابق آمار هستش، نرخ مرگ و میر کرونا تا الان طبق آخرین آمار همین الان 3% هستش، در صورتی که تو ایران الان 20% افرادی که رسما گفته شده مبتلا شدن، 61 نفر، 20%شون در واقع فوت کردن. این به هر حال باعث تردید میشه، باعث این میشه که آدم به اخبار رسمی هم با دیده شک و تردید نگاه کنه. این شایبه به وجود بیاد که یک پنهانکاری، یک در واقع جریان اخبار جعلی سازمان یافته، یعنی انتشار اخبار نادرست سازمان یافته پشت این ماجرا باشه، اینکه وزارت بهداشت، دولت بخواد که همکاری کنه. از طرف دیگه خب همین نماینده هم هستن، حالا غیر از نماینده قم که صبح این صحبت رو کرده بود، ما همین شب دیدیم که آقای حافظی هم اعلام کرد در قم این آمار به 53 نفر رسیده. اگر این آمار صحت داشته باشه، به هر حال وزارت بهداشت باید یک اطلاع رسمی بده، یک چیز، یک به هر حال به صورت اطلاع رسانی بکنه که مردم قانع بشن. آقای رنجی‌پور، وقتمون خیلی کمه. توهم توطئه هم دامان بسیاری رو گرفته، تئوری‌های عجیب و غریبی مطرح میشه. بله، این از همون اولش این هم مطرح بود، بحث جنگ بیولوژیکی، بحث این که به هر حال این یکی از بخشی از برنامه جنگ بیولوژیکی چین بوده یا توطئه آمریکا علیه چین بوده. این بحث از اول مطرح شد، یه داستانی مطرح شد که یک مأمور چینی ویروس رو در واقع از یک مرکز تحقیقاتی تو کانادا دزده. خب به هر حال اینا تئوری توطئه هستش و در واقع در افتادن با این تئوری توطئه هم کار سختی هستش. در واقع در مقابل تئوری توطئه این که بخوایم بحث بکنیم و چیز داشته باشیم کار دشواری، ولی به هر حال این موارد تئوری توطئه هیچ اساسی نداره، لااقل هیچ مدرکی نیستش که بتونه اون رو ثابت کنه. در خلاء مطرح میشن و چون اطلاعات کمه، چون اینکه ما اطلاعات موثق و فکت‌های قطعی در این مورد کم داریم، تئوری‌های توطئه در چنین مواردی بسیار پرطرفدار میشه و مشتری‌های زیادی داره. ممنونم از علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار در تورنتو کانادا. با ما باید اضافه بکنم که ما به منابع رسمی مراجعه می‌کنیم، آنچه که منابع رسمی گفتند رو منتشر می‌کنیم بر اساس آنچه که منابع رسمی از ایران میگند. تعداد کسانی که مبتلا شدند 61 نفر هستند و تعداد کسانی که جان دادن هم 12 نفر هستند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که اولین فرد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور شناسایی شده. او از قم به هرات در غرب افغانستان برگشته و حالا در قرنطینه به سر می‌برد. با اعلام وضعیت اضطراری در هرات و ممنوع شدن رفت و آمد، بسیاری در دو طرف مرز منتظر اجازه عبور هستند. در همین حال وزیر صحت عامه از شهروندان افغانستان خواسته از تماس مستقیم با کسانی که طی یک ماه گذشته به ایران سفر کردند خودداری کنند. محمد قاضی‌زاده گزارش می‌دهد. کابوسی که به واقعیت پیوست. فضای شهر هرات غیر عادی به نظر نمی رسد.
اما کمی دورتر در محله که تا همین دیروز موترهای کلان باربری و مسافربری به سوی ایران حرکت میکرد، وضعیت فرق میکند. سراسیمگی بین کسانی که راهی ایران بودند اما نتوانستند بروند دیده میشود. در این میان کارگری که میگوید پروای کرونا ندارد، نه اینجا و نه در ایران، فقط دنبال لقمه نان است. نمیگم ما نگران نیستیم، ما فقط دور نگرانی ما مثلا هیچ دردی را دوا نمیگنه، گشنگی ما را دوا نمیگنه مثلا. نگران از اینکه مثلا مرض از آمده، مرگ هم از طرف خداوند است. این جاده به اسلام قلعه در مرز ایران منتهی میشه، مرزی که از صبح امروز رسما مسدود شد. جاده هنوز تا حد مزدحم به نظر میرسه، اما اینها موترهایی نیستند که به ایران بروند و یا از این کشور برگشته باشند. بازارها در غرب افغانستان مخصوصاً به شدت وابسته به ایران هستند. همچنین تصور میشه بسیاری از افغانهایی که به ایران رفت و آمد دارند، مخصوصاً در ولایات هم مرز با ایران، با مشکلات و دشواری های زیاد روبرو خواهند شد. مسدود شدن مرز اسلام قلعه واکنش های برانگیخته است. شماره خوشحالند که مرز بسته شده. برخی هم از این اقدام انتقاد میکنند. مرزهای غیر رسمی بسیار زیاد با ایران وجود داره که دولت ایران میتونه که با باز کردن از او تمام افراد از هر نقطه که بخواهند داخل افغانستان شوند. این یک گپ بسیار مشکل است و نظر ما است که اگر مرزهای رسمی باز باشه ولی کنترل دقیق صورت بگیره این بهتر خواهد بود. و در غیر از او در مرزهای غیر رسمی این افراد وارد میشن و کنترل هم نمیشه و احتمال داره که مرض در افغانستان به شدت شیوع پیدا بکنه. با آنکه کرونا نگرانی های جدی برانگیخته، اما دکتران میگویند این بیماری خیلی خطرناک نیست، اما مردم باید به شدت مواظب باشند و به توصیه های دکتران توجه کنند. محمد قاضی زاده، بی بی سی، هرات. سازمان بهداشت جهانی میگوید اوج شیوع ویروس کرونا 3 هفته پیش بوده و این نشان میدهد که میتوان آن را مهار کرد. رئیس این سازمان گفته که از آن زمان شمار مبتلایان جدید مدام کاهش یافته. با این حال او گفته که افزایش موارد ابتلا در ایتالیا، کره جنوبی و ایران نگران کننده است. علی همدانی گزارش میدهد. سایه وحشت از کرونا در خاورمیانه. کشورهای همسایه ایران نگران از آنچه رسانه‌های خاورمیانه انبار باروت ویروس کرونا توصیف کردند. جمهوری اسلامی ایران. بامداد امروز بحرین و کویت تایید کردند که برای اولین بار موارد مبتلا به این ویروس را شناسایی کردند. هر دو از ایران به کشورهایشان بازگشته بودند. علاوه بر ایران، کره جنوبی و ایتالیا 2 مرکز تازه کرونا. همه اماکن عمومی، بازارها، مدارس، خیابانهای پرتردد، قطارها و وسایل نقلیه عمومی ضد عفونی می شوند. رئیس جمهوری کره جنوبی در جلسه هیئت دولت سطح هشدار سراسری را قرمز اعلام کرده. کرونا به ارتش کره جنوبی هم شبیخون زده. 11 مبتلای ارتشی باعث شدند تا بیش از 7000 سرباز کره جنوبی قرنطینه شوند. در کره جنوبی بیشترین میزان مبتلا در خارج از چین ثبت شده، بیش از 800 نفر. شمار کشته شدگان اما 8 نفر است، رقمی کمتر از ایران با وجود شدت شیوع. گفته می شود ویروس می تواند از شهری در جنوب شرقی کره جنوبی سرایت کرده باشد، از یک بیمارستان در شهر دایگو. شهر حالا در قرنطینه است. پروازهای شرکت های هواپیمایی کره ای به این شهر جنوبی دست کم تا 1 ماه دیگر به حالت تعلیق درآمده. ایتالیا پایتخت اروپایی کرونا. توریست‌ها از این کشور فرار کردند. اکثر قطارها از دیشب از حرکت باز ایستادند تا مبتلایان احتمالی را جابجا نکنند. ایست بازرسی گسترده در مناطقی که احتمال شیوع بیشتر است. دست کم 5 مرگ. لومباردی و ونتو، 2 منطقه در شمال ایتالیا با چندین دهکده و شهرستان. مردم برای 2 هفته قرنطینه شدند. حتی خارج از این مناطق تا چند ده کیلومتری مدارس را بستند و دکانها را تعطیل کردند. پیست های اسکی تعطیل شدند و چندین بازی فوتبال هم لغو شده. شهر ووان چین، جایی که ویروس کرونا از آنجا جهان را غافلگیر کرد، گفته درهایش را می‌گشاید تا افرادی که ساکن این شهر نبودند و در این شهر گرفتار شدند در صورت اثبات سلامتی آنجا را ترک کنند. بازرگانی در چین به شدت آسیب دیده. همه چیز به جز تولید و صادرات ماسک. جلسه پارلمان در چین تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده.
بسته ترین کشور جهان کره شمالی هرچه توریست خارجی در کشور بوده را گرفته و قرنطینه کرده. توریست هایی که رفته بودند ببینند پشت دیوارهای بلند جمهوری دموکراتیک خلق کره چه خبر است، حالا در عمل زندانی اند. علی همدانی، بی بی سی. انریکو اولیاری، پرستار از ترنتو در شمال ایتالیا با ما هستند. سوال من از شما اینه که چرا در میان کشورهای اروپایی به یک بار ایتالیا با چنین وضعی روبرو شد؟ فکر میکنم که دلیلش اینه که ایتالیا بعد از اینکه اولین موارد ابتلا رو کشف کردن، شروع کردن به انجام دادن فرایند اسکرینینگ. بنابراین طبیعیه که هرچی به شما بیشتر برین به دنبال ویروس بگردین، بیشتر هم پیداش میکنین. بنابراین با توجه به اینکه کنترل رو خیلی زیاد کردن، در حالی که در کشور دیگه این کار رو نمی کنن، این عملیات سکرینینگ رو انجام نمیدن، این باعث میشه که نتایج ایتالیا هم خیلی مشهودتر باشه. چند نقطه قرنطینه شده در ایتالیا، از این نقاط چه اطلاعاتی در دست دارید؟ امور عبور و مرور در اونجا به چه شکل انجام میشه؟ شهرها یا روستاهایی که تحت قرنطینه قرار گرفتن، در عمل اینها به اصطلاح پلمب شدن، به این معنی که نمیشه ازشون خارج شد، نمیشه داخلشون شد. در بعضی موارد نگرانی مردم خیلی زیاد بود، مثلا رفتن همه به سوپرمارکت ها و شروع کردن بدون اینکه حالا شاید دلیل خاصی هم داشته باشه کلی خرید کردن و این باعث نگرانی شد. در مورد مثلا استان ما، استان ترنتو، که خب دیدیم همین امشب به عنوان مثال خیلی از مسافرانی که از منطقه مجاور یعنی لومباردی اومده بودن اینجا، بعد از اینکه مقام‌های محلی این تدابیر جدید رو اتخاذ کردن، دیدن که خب باید که بعضی از این رفت و آمدها رو متوقف کنن، دانشگاه رو تعطیل کردن، کارنوال رو معلق کردن، بچه‌ها رو گفتن که مدرسه نرن و به همه توصیه کردن که در محل‌های عمومی، اماکن عمومی که شلوغ هست توقف نکنن. همینطور در بیمارستان هم به در واقع خویشاوندان و کسانی که برای ملاقات می اومدند لوازم لازم رو دادن که از خودشون محافظت کنن. در استان ما مثلا استخرهای عمومی رو بستن. بنابراین موارد مختلفی از اقدامهای پیشگیرانه رو اتخاذ کردن، چون به هر حال لزوماً نمیشه گفت از پندمی میتونیم صحبت کنیم، اما به هر حال به خاطر رعایت کردن و محتاط بودن این موارد رو اجرا کردن. وقتی این ویروس در چین دیده شد، بسیاری از کشورها پرواز خودشون رو لغو کردن. الان اتحادیه اروپا گفته که روابط در حقیقت کشورهای عضو شنگن لازم نیست که حمل و نقل و رفت و آمد رو محدود بکنند. از نظر شما که در اونجا هستید، این خطر انتشار ویروس رو از ایتالیا به سرتاسر اروپا بیشتر نمی‌کنه؟ در واقع ما میدونیم که اگرچه بعضی از پروازها مثلا از چین به اروپا متوقف شدن، اگر کسی در یک کشور ثالثی پرواز خودش رو عوض میکرد، اون وقت میتونست به هر حال بازم وارد ایتالیا بشه. بنابراین من فکر میکنم که شاید در بعضی موارد اغراق هم شده باشه در این متوقف کردن این پروازها، ولی خب از طرف دیگری مردم هم خیلی نگران شدن و باید که جانب احتیاط رو رعایت کرد. اما اگه به مسئله فوت‌ها نگاه کنیم، کسانی که جون خودشون از دست دادن، باز می‌بینیم که بیشتر این افراد تعدادشون شاید لزوماً خیلی از اون کسان سالمندی که به واسطه یک آنفلانزای معمولی فوت می‌کنن نباشه. کسانی هستن که از قبل اینها در شرایط ضعف هستن، چون سالمند هستن، بیماری‌های دیگری دارن و برای این سیستم
ایمنی اونها از قبل ضعیف شده و در نتیجه ویروس اونها رو میکشه. اما برخلاف اون اگر یک ارگانیزم یک فردی داره یک سیستم ایمنی قوی باشه میتونه که این ویروس رو تحمل کنه و اون رو شکست بده. بنابراین باید یک مقدار هم مواظب باشیم، مواظب به افکاری که در رسانه ها پخش میشه. بله از یک طرف باید احتیاط کرد، ولی از یک طرف گاهی وقتا هم ترس بی جایی ممکنه باشه. تعداد کشته ها لزوما از تعداد کشته های این فصل برای اثر آنفلانسا بیشتر نیست. اما خب متاسفانه این وحشت عمومی هم حاکم شده. خب بعضی هم در این موارد اغراق میکنن. انریکو اولیاری پرستار از ترنتو در شمال ایتالیا، ممنونم از حضور شما در برنامه. افزایش نگرانی از شیوع ویروس کرونا در خارج از مرزهای چین باعث افت 3 شاخص اصلی بورس آمریکا در معاملات اولیه امروز شد. همزمان شاخص کل در بازارهای بورس اروپا و لندن هم افت کرد. ولی قیمت طلا که یک دارایی امن محسوب میشه به بالاترین حد در 7 سال گذشته رسید. هنوز برآورد دقیقی از خسارت ناشی از شیوع ویروس کرونا در جهان در دست نیست، ولی صندوق بین المللی پول و سران 20 اقتصاد بزرگ جهان درباره آثار آن بر رشد اقتصاد جهانی هشدار دادند. شیدا هوشمندی گزارش می‌دهد. اقتصاد چین، موتور محرک اقتصاد جهان، حالا در خطر است. 90% مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور هستند، اما ویروس به اقتصاد جهان رخنه کرده و حالا نگرانی از کند شدن رشد اقتصاد چین در تمام جهان احساس می شود. این نگرانی مهمترین بحث آخرین نشست 20 اقتصاد برتر جهان در ریاض بود. پرسش اصلی هنوز بی پاسخ مانده. این که آیا نمودار کند شدن رشد اقتصاد جهان به شکل 7 یا حرف وی انگلیسی خواهد بود و به سرعت بهبود خواهد یافت، یا اینکه افت آهنگ رشد اقتصاد جهان به شکل حرف ال باشد، یعنی کندی رشد اقتصاد جهانی برای مدتی طولانی. اقتصاد چین حالا بسیار بزرگ است. خیلی بزرگتر از زمانی که ویروس سارس حدود 17 سال پیش از چین به تمام جهان شیوع پیدا کرد. آن زمان چین رتبه 6 تولید ناخالص داخلی جهان را داشت، اما حالا بعد از امریکا در جایگاه دوم است با حدود 20% سهم از تولید ناخالص جهانی. سهم اقتصاد چین از رشد اقتصادی جهان بیشتر هم هست. همزمان با بزرگ شدن اقتصاد چین، واردات و صادرات آن هم رشد کرده و حالا بیش از 10% ارزش کل تجارت جهانی است. علاوه بر بازارهای جهانی سهام که بعد از افزایش شیوع ویروس در خارج از مرزهای چین به این رویداد واکنش نشان دادند، برخی کالاها هم که چین خریدار اصلی آنهاست دستخوش تغییر قیمت اساسی شدند. کالاهایی مانند سنگ آهن، مس و نفت خام. این نمودار تغییرات قیمت نفت از بهار امسال تا امروز را نشان می‌دهد. قیمت نفت برنت بعد از گزارش نخستین مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در چین به شدت افت کرد و حالا حدود 55 دلار در هر بشکه است. اینها تنها چند نمونه از تأثیر گسترش این ویروس بر اقتصاد جهان است. نمونه ملموس‌تر آن را می‌توان در صنعت گردشگری دید. ترس عمومی از سفر به بالاترین سطح طی یک دهه گذشته رسیده. نمونه دیگر در شهر ووهان چین است، زادگاه ویروس کرونا، که حالا تبدیل به زندانی بزرگ شده. ووهان یکی از مهمترین تولید کنندگان این قطعه کوچک کامپیوتری حافظه فلش مموری است، قطعه‌ای که بدون آن تولید لپتاپ و کامپیوتر غیر ممکن است. در حال حاضر کمبود این قطعه در بازار احساس میشه. قیمت ها هم بالا رفته. در 2 هفته اخیر 25% بالا رفته و در حال افزایش. اقتصاد ایران هم از شیوع ویروس کرونا ضرر خواهد کرد. حالا که مرزهای ایران با همسایگانش بسته شده، بخش مهمی از صادرات این کشور هرچند به طور موقت افت چشمگیری خواهد داشت. از زمان بازگشت تحریم‌ها، تجارت زمینی ایران با همسایگانش مانند عراق اهمیت بیشتری نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده.
همزمان کند شدن رشد اقتصاد چین به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران به ویژه در دوران تحریم میتواند تأثیر منفی داشته باشد، هرچند مقطعی. قاعدتاً وقتی قیمت‌های جهانی پایین می‌آید، در کوتاه مدت میزان صادراتی که به چین داریم از نظر ارزشی با کاهش درآمد روبرو می‌شویم. حدود 25% از صادرات و واردات ما با چین است. این در شرایطی است که کل سهم کشور در تجارت جهانی روز به روز کوچکتر می شود و تأثیراتی که از اتفاقات جهانی می پذیریم به همین دلیل خیلی کم است، اما به صورت نسبی مشهود است. اقتصاددانان پیش بینی می کنند که تأثیر شیوع گسترده ویروس کرونا بر اقتصاد جهان حتی با ریشه کن شدن ویروس هم باقی خواهد ماند. هزینه تجارت در کوتاه مدت بیشتر خواهد شد و بنگاه‌های تجاری تا مدت‌ها مشغول جبران خسارت خواهند بود. از آغاز سال جدید میلادی چین و شرق آسیا دو سوم سهم از رشد اقتصادی جهان داشتند. حالا رشد اقتصاد چین کند شده و به خاطر کند شدن چرخه تامین کالا، ژاپن هم با افت رشد اقتصادی مواجه شده. رشد اقتصاد جهان در حال کند شدن است و این روند ادامه خواهد داشت. تهدید ویروس در چین حالا فرصتی به دست بسیاری از حامیان سیاست‌های حمایتگرایانه در امریکا داده. این فرصتی است برای دونالد ترامپ که نزدیک به 4 سال است بر تبل جنگ تجاری با چین کوبیده و خواهان بازگشت کارخانه‌های امریکایی از چین و سایر کشورها به خاک امریکا شده. حالا او در آستانه انتخابات ریاست جمهوری می‌تواند از کرونا هم به نفع خود بهره برداری سیاسی کند. شیدا هوشمندی، بی بی سی. جمشید دمویی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا از شهر تاوزند اوکس آمریکا با ما هستند. آقای دمویی، چین تبدیل به کارخانه متمرکز شده، تبدیل به بزرگترین تامین کننده مواد اولیه از جهات زیادی. آیا تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد جهان هم شده؟ با درود به شما و بینندگان برنامه‌تون، ببینید ماشین آشیل مسئله است که اگه بخوایم اونو در مفهوم واقعیش بخوایم نگاه کنیم به این صورته. ببینید اون موقعی که سارس در چین بود، اقتصاد چین رو اگر امروز مقایسه کنید با اون موقع حدود 10 برابر بزرگ شد. خب طبیعیه وقتی که اقتصادی که حدود البته شما به این رقم 20% اشاره کردید ولی شاید تا 10% دقیق‌تر باشه، ببینید این اقتصاد مهمی است و نتیجتاً وقتی که شما ببینید 1% قرار این صحبت‌هایی که هست، هیچ کدوم از اینا مشخص نیست، هیچ کدومش دقیق نیست، ولی حتی اگه شما 1% کاهش تولید ناخالص ملی چین رو بهش نگاه کنید، حدود 140 میلیارد دلار خواهد بود. تأثیر اون شاید اونقدر بر اقتصاد امریکا و اروپا نباشه، نه اینکه تأثیر نخواهد داشت، ولی اونقدر نخواهد بود. ولی اتفاقا در این گزارش خبری شما مسئله بسیار جالبی اشاره کردید. کشورهایی در حال توسعه، به ویژه کشورهایی که از درآمد بسیار پایین برخوردارن، وابستگی به مراتب بیشتر به چین دارن. اون چرا که ما به عنوان آثار کوتاه مدت در جهان نگاه میکنیم، در مورد کشورهای بزرگتر، قویتر، شاید کوتاه مدت‌تر باشه. در مورد کشورهای کم درآمد یا در حال توسعه، اینها بسیار طولانی‌تر خواهد بود، آثارش به مراتب شدیدتر خواهد بود. به همین دلیل ببینید به عنوان مثال در چین، بانک مرکزی چین، دولت چین مسائلی که موجب کاهش نقدینگی میشه یا اختلالات مالی و پولی میشه، اینها رو به راحتی میتونه با تزریق پول با مسائل دیگه برطرف کنه، در حالی که مسائلی که در رابطه با کشورهای در حال توسعه و کم توسعه هست، اینها به واسطه مؤسسات بین‌المللی حل بشه. بنابراین دقیقاً صحیح می‌فرمایید، اون چه که اتفاق افتاده در واقع فقط در رابطه با چین نیست، مسئله وابستگی و همبستگی به مراتب بیشتر جهان و همدیگه است و اون چیزی است که الان مثلا به عنوان مثال چین به عنوان 17% اقتصاد جهان، ژاپن 9.2% اقتصاد جهان. شما اگه نگاه بکنید به اینها رو نگاه کنید و این در واقع اثری که ممکنه فقط از چین نباشه، از چین بیرون بیاد توسعه پیدا کنه، بسیار نگران کننده خود برای این کشورها. ولی آیا که این کوتاه مدت به نظر من کوتاه مدت خواهد بود؟ برای اینکه اون چی که در رابطه در حال حاضر ما می‌بینیم یک مسئله تشویشه، مسئله نگرانیه. صحیح. کاهش سهام در بازار سهام مسئله پیچیده‌ای نیست، برای اینکه دوباره برمیگرده.
ولی اون چیزی که مسلمه اینه که خیلی از این کشورها، کشورهایی که در وابستگی به صادرات به کشورهای پیشرفته مثل چین دارن، اینها به مراتب تاثیرات زیادتری خواهند داشت. آقای دموی، حالا صرف نظر از اینکه آثار دراز مدتش چقدر خواهد بود، چین مانور عظیمی رو هم اجرا کرد برای مقابله با این بیماری، مثلا یک بیمارستان 1000 تخت خوابه رو بلافاصله در ووهان ساختن و کارهای از این قبیل. از نظر شما چقدر چین این ظرفیت رو داره که بحران رو کنترل بکنه و موضوع رو در یک بازه زمانی مشخص حل و فصل کنه؟ حالا ببینید، به این صورت بگید، امروز با تمام اون اتفاقاتی که از ماه ژانویه تا الان افتاد، ما امروز اگه به آمار نگاه کنیم چیزی حدود 77,000 نفر چینی مبتلا هستند، یه چیزی حدود 2,800 نفر فوت کردن. همونطور که باز در اخبارشون به اشاره کردید، قسمت عمده در واقع تلفات در واقع سنین بالاست. به نظر من این مسئله‌ای که الان ایجاد شده مسئله‌ای نیست که چین نتونه اینو کنترل کنه. به این صورتی که امروز به کجا ما میرسیم، ببین این ویروس با 2 هفته خودشون نشون نمیده. بنابراین الان اروپا نگاه میکنه که اون چیزی که در ایتالیا اتفاق افتاده آیا در چند هفته دیگه در اسپانیا دیده خواهد شد، جاردایدی خواهد. تمام اینا تشویشه. آیا چین بتونه خودش رو کنترل کنه؟ از امروز به بعد چین لاکدان میکنه شهرها رو، مسائل رو میبنده، ولی تا چه حد اون چیزی که اتفاق افتاده در قبل در جاهای دیگه شوی داره، این رو باید بهش نگاه کرد. به نظر من چین این امکان رو داره، اون چی که داره انجام میده در اشل بسیار کوچکتریه، میتونه بزرگترش هم بکنه، ولی خیلی مشکله که گفتش که آیا در جاهای دیگر دنیا چه خواهد شد. مسئله ایران رو شما اشاره کردید، مسئله اروپا مطرحه، جاهای دیگه مطرحه. ما هنوز در این مورد آمار دقیقی نداریم، حتی شرایطی دقیقی نداریم. به نظر من در طی ماه آینده بتونیم به این مسئله بهتر نگاه کنیم. خیلی ممنون. سپاسگزارم از جمشید دمویی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه لوترن کالیفرنیا. و ممنون از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.